سه ای که در حال مغلوب 21 که مغلوب این تیم شد و توپ ما امین کاظمی وارد دروازه شد. پنالتی رو حالا تو این بازی برخلاف بازی قبلی که امید سه کناری میزد امین کاظمی داره میزنه. حساب کار 16 برای ایران 15 برای عربستان. ما در 2002 بوستان در جمع 4 تیم بودیم که بازی رده بندی رو واگذار کردیم و عنوان چهارم رو آوردیم. در تقریبا 12 سال قبل اومدیم در 2006 قطر بازی رده بندی رو کره رو مغلوب کردیم، ضمن اینکه در نیمه‌نهایی مغلوب کویت شدیم. کویت رفت آخر قهرمان هم شد. به کره برخورد کردیم در رده‌بندی، کره رو بردیم، سوم شدیم، برای اولین بار مدال بازی آسیایی دست کردیم، مدال برنز. اومدیم در 2010 در نیمه‌نهایی ژاپن رو بردیم، در رده‌بندی هم در فینال هم مغلوب کره شدیم و کره که دیروز بازم بهش باختیم. و در نهایت این دوره هم برای چهارمین دوره پیاپی اومدیم جمع 4 تیم. این نشان از شایستگی هندبال کشورمون میده. المحسن حسین کاپیتان عربستان شماره 7 بود که توپ رو داد و یه واکنش خوب و یک توپ ربایی خوب، یک ریباند خوب. باید همینجوری خوشحالی کنه محسن باباسفری که ببینید من تو بازی قبلی هم خدمتتون عرض کردم چقدر میتونه نقش یک دروازه‌بان در مدیریت روحی روانی تیم تأثیر داشته باشه. گوران زوکیچ اون پایین سمت چپ تصویر آروم و قرار نداره. او با عربستان در دوره قبلی جاملت هم راه به جایی نبود، جایی که ما با عربستان در بهمن ماه سال گذشته در کشور بحرین و در شهر منامع 22-22 مساوی کردیم. اون بازی را من خاطرم است که چندین گل در تمامی لحظات بازی جلو بودیم. خطای بازیکن شماره 11 عربستان حزیزی احمد پشت محوطه 9 متر توپ رو در اختیار بازیکنان ما قرار میده. 16 احسان ابویی نژاد، حالا برای امین کاظمی یه بار دیگه توپ برای 16 ما هست. امین کاظمی پشت محوطه 9 متر برای امید ستونری گوش راست ما هست. توپ در اختیار بازیکنان ما، مدیریت میکنن. حالا یه بار دیگه فرصت در زاویه بسته و اینجا بعد شانسی فقط همراه تیم ما میشه و اتفاقی در بازی رو کرم زیاد افتاد. تو به دیرک عمودی دروازه برخورد کرد و مانع به ثمر رسیدن دومین گل برتری ما، یعنی گل 17 هم برای ما میشه. 9 دقیقه و 33 ثانیه ایران 16 عربستان 15. ما باید با اختلاف دو گل عربستان رو شکست بدیم تا به جمع 4 تیم بریم. یه بار دیگه بگم که بازی تیم ملی کره و عمان قبل این بازی با اختلاف 4 گل به سود کره یا به اتمام رسید 30-26 و اینجا حالا ایران یه خبر خوبی رو قبل این بازی دریافت کرد که اگر انشالله عربستان رو ببریم، من نتیجه رو اعلام نمی‌کنم برای اون دسته از علاقمندایی که انشالله شرکت زنده بودن بازی براشون حفظ بشه. شاید خیلی از علاقمندان از نتیجه بازی هم با خبر باشن، اما بدونید تیم ملی هندبال کشورمون همه چی دست به دست هم داد. ما در دوره اول خوب شروع کردیم، 41-10 هنگ کنگ رو بردیم، اومدیم کویت رو هم 29-25 از پیش رو برداشتیم. در دوره بعدی رقابت‌ها بازی با عمان هم خیلی خوب شروع کردیم، خیلی خوب عالی رفتیم جلو، اما در نهایت دقیقه 29 ما مایز 41 20 ثانیه پایان بازی، ضمن اینکه تاثیر آقای گوران زوکیچ رو داریم، سرمربی که فکر کنم دیگه این دوره پایان کار او با عربستان خواهد بود. و اومدیم به عمان باختیم. دیروز هم یک بازی پایاپای مقابل کره داشتیم. کره قدرت بلا منازع هندبال آسیاست. یادمون نره 8 دوره قبلی که بازی آسیایی شاید حضور رشته هندبال بوده، این دوره نهمش است در 17 دوره بازی آسیایی، 6 دورهش کره یا قهرمان شده. 1982 بازی آسیایی جدی اولین دوره بود که بازی هندبال اضافه شد به جمع بازی ها و چین قهرمان بازی ها شد. و از 1986 سئول ما در بازی ها بودیم، البته دو سه دور اون وسط نبودیم و این پنجمین حضور ما در بازی های آسیا، حضور هندبال هست. ما در 5 دورش فقط شرکت کردیم. پشت محوطه 9 متر عبدالله محسن موفق میشه که یک شوت خوب رو بزنه و غافلگیر کنه محسن باباسفری و دو تیم در عدد 16 مساوی هستن. همه چیز پایاپای پیش میره. هفت عربستان احساس ناراحتی میکنه. المحسن حسین کاپیتان و همه کاره این تیم هست که در حال سابقه طولانی است دارن، ید طولانی دارن که این صحنه رو به وجود بیارن، مخصوصا جایی که حساس است بازی، مخصوصا جایی که دیگه نیاز به امتیاز دارن. حسین المحسن عبدالله بازیکن شماره 7 این تیم هست که کاپیتانی این تیم رو هم به عهده داره و حالا نمیدونم دیگه چطور میشه احساس ناراحتی کنه. محمد رجبی کاپیتان ما هست، او که در بازی‌های 2006 قطر هم برنز رو گرفته، در 2010 نقره هم گرفته، شاید الان مات و محفوظ داره وسط زمین بدون پلک زدن نگاه میکنه، در اندیشه کسب مدال سوم زندگی شخصی خودش در تاریخ بازی آسیایی هست که او رو متمایز میکنه از سایر بازیکنان ما. البته بخی دیگه از بازیکنان ما هم هستن در ترکیب تیمی که این شرایطو دارن، اما بعد از اتفاقاتی که برای هندبال کشورمون قبل از این رقابت‌ها افتاد، حالا دیگه خیلی از عنوان‌دارا از ترکیب این تیم دور موندن
دعوت تیم ملی رو لبیک نگفتن و بازیکنان شایسته و جوانان جایینم جایگزین اونها شدن، اگرچه ترکیب ترکیب همگونی است و یه سری از قدیمی‌های خوب هم مثل محسن باباسفری، امید سکناری، سعید پورقاسمی و مهداد سمسامی رو در ترکیب داریم. اما بازی با دیگه با قرمزپوشان کشورم، امین کاظمی گوشه چپ ما هست، توپ رو میده به همدسته خودش و گل، گل رو زد احسان مهدی موسوی 13 ما، پویا نوروزنژاد هم 7 ما، این چهرگی رو نیمکت هست و بهترین بازیکن 14 دوره قهرمانی جوانان آسیا در مرداد در تبریز بود که حالا بلافاصله به ترکیب تیم ملی بزرگسالان اومد. این یعنی یه کار خوب در هندبال، بازیکن شماره 22 عربستان 2 دقیقه میشه 22 که اسمش از سالم، مهدی از سالم. امین کاظمی یه بار دیگه طبق معمول پشت پنالتی قرار میگیره، ببینیم گل برتری میزنه و گل. آفرین به امین کاظمی، جوان شایسته اصفهانی کشورمون که حالا اینجا حساب کار رو با یه گل برتری به سود ملی پوشان کشورمون میکنه. 11 دقیقه 24 ثانیه ایران 17 عربستان 16، سالونی که دیگه برخلاف بازی دیروز ایران کره تماشاگر زیاد درش نیست. سئول هاک در شرق اینچون قرار داره این سالون، 4000 نفر گنجایش تماشاگر هست. 1 دقیقه 30 ثانیه دیگه بازیکن شماره 22 این تیم یعنی 22 عربستان رو خدمتتون عرض می‌کنم، مهدی از سالم باید بیرون از زمین باشه و عربستانی با یه یارد کمتر. دفاع منسجم علیرضا موسوی، سید علیرضا موسوی خطزن ما هست، مهداد سمسامی یه لحظه در تاثیر داشتیم، 33 ما. عرب‌ها توان عبور از این دفاع رو ندارن، برود ماچک فریادهاش همچنان بر سر تیم هست. امین کاظمی گوشه چپ ما هست، ببینیم که او و سایر بازیکنان هندبال کشور ممرضا رجبی دستای برافراشته او میتونن از کیان هندبال ملی کشورمون دفاع کنن، جایی که در هندبال بانوان ما حاضر نیستیم، هیچ موقع حاضر نبودیم. انشاءالله شرایط برای بانوان هندبالیست کشورمون هم به نوعی فراهم بشه که در دوره‌های بعدی بیان در بازی‌های آسیایی هم شرکت کنن و تجربه حضور در این بازی‌ها رو داشته باشن، جایی که رقابت اصلی برای کسب مدال طلای هندبال بانوان بین کره جنوبی و ژاپن است، کره‌ای که در دوره‌های قبلی هم با اقتدار در بانوان قهرمان شدن. 35 ثانیه دیگه مونده مهدی از سالم بیاد داخل زمین. حالا ما بعد از این برترین استفاده کنیم، برترین یک یارد بیشتر و میتونیم که گل دیگری رو بزنیم، اختلاف به 2 برسیم و اینجا اتفاق میفته. کاش که زودتر اینو گفته بودم. مهدی موسوی گل بعدی رو میزنه. حالا 20 ثانیه دیگه، ببین این یعنی از یک یارد برتری سود گرفتن. گل بسیار زیبایی هم زد مهدی موسوی، بازیکن شماره 13 ما، از پشت محوطه 9 متر. این نتیجه ما رو به جمع 4 تیم خواهد برد، 18 ایران 16 عربستان. نفس در سینه ها حبس شده سفیدپوشان عربستانی که خاطره تلخ شکست رو اونا داریم، جایی که ریمانیش سرمربی تیم ملی هندبال کشورمون در سال 2011 که میزبانی جام ملت‌ها رو هم داشتن ما مجوز حضور در رقابت‌های جام جهانی اسپانیای 2013 رو نگرفتیم، اونجا پنجم شدیم با آوارژ گل، نتونستیم بریم بالا، اونجا هم معضلات حاشیه‌ای گریبانگیر تیم ما شد، مسئله‌ای که بین ریمانیش و بازیکنان وقت هندبال کشورمون بود و یه حاشیه نامناسب قبل رقابت‌ها باعث شد تیم ملی هندبال اون بالا نره. حالا اینجا خطا هست بروی در بازیکن تیم ملی عربستان 22 این تیم که تازه هم به زمین اومده، خطای 2 دقیقه شده بود. مهدی سالم که ببینیم که حالا بازیکن تیم ملی عربستان شماره 3 این تیم این توپ رو میتونه گل کنه یا نه. عباس عبدالله که واکنش فوق‌العاده محسن باباسفری، آفرین بر محسن باباسفری، آفرین بر او که واقعا جای این خوشحالی‌ها رو هم داره، آفرین میگیم به او که چند تا سوپر واکنش، چند تا سیو عالی داشت و حراست از دروازه‌بانی در این بازی بیشتر رقیب به او سپرده شده، ضمن اینکه نباید بگذاریم از تلاش بی‌شائبه سعید حیدریراد، جوان خوب لرستانیمون که خاطر بازی‌های خوب خودش رو در جام ملت‌های آسیای سال قبل یه بار دیگه این بازی رو زنده کرده، و عباس اسدزاده با تجربه که او هم در نیمکت ذخیره است و عباس اسدزاده در دو بازی اول ما تقریبا فیکس تیم ملی بود، یه واکنش خوب دروازه‌بان عربستان همچنان حساب کار 18 16 برای ما نگه می‌داره. 18 16 رو در نیمه دوم یعنی دقیقه 15 که داریم بهش نزدیک میشیم نگه داریم. ببینید اینها هست که محسن باباسفری رو مجزا و جدا می‌کنه. آرزو می‌کنیم آسیب دیدگیش جدی نباشه. محسن باباسفری وقتی میشه لژیونر ما در هندبال اروپا، در سطح هندبال اول اروپا داره بازی میکنه، در سطح اول داره بازی میکنه، آقای ازغندی هم فیزیوتراپی تیم میاد، اسپری بی اس کنندی هم رو پای اون میزنه و بله این بازیکن خوب اسپانیه ما حداقل دو این دو سه دقیقه دو سه واکنش خوب داشته، یه پنالتی گرفته و وصفای تک به تک محسن باباسفری بازیکن شماره 16 ما
کم کم سه گل 100% رو خریده. یعنی اگر این سه گل وارد دروازه بشه الان 19 18 عقب بودیم و نقش او رو نباید بگذاریم. نقش همه بازیکنان ما، حتی پویا نوروزی نژاد که در این بازی کمتر به بازی گرفته شده، بازیکن شماره 7 ما که فوق ستاره جام جوانان بود در تبریز در 14 دوره که ما مجوز 2015 برزیل در رده جوانان نگرفتیم با شکست از ژاپن در دیدار رده بندی. اما جبران ناکامی جوانان در تبریز و جبران یکی دو هفته قبل در نوجوانان اینجا داره جبران میشه، اینجا داره رنگ عملی به خودش میگیره. امین کاظمی از یک زاویه بسته، آفرین بر امین کاظمی که یه لحظه در تصویر عزت رزمگر رو هم داشتیم، مربی تیم ملی کشورمون. اختلاف سه گل در هندبال در این دقیقه یعنی اینکه یک تیم میتونه بر ذهن خودش فائق بیاد. فریادها و مشتای همه کادر فنی و ذخیره و غیر ذخیره بالا هست و هر چقدر سگرمهای این مربی گورانزوکیچ و دیگر بازیکنان عربستان تو هم هست، چهره خوشحالی و توأم با تبسم بازیکنان ما رو در اون ور سالن در حقه شادی داریم. سالنی با تماشاگر کم در این بازی. گورانزوکیچ سابقه تجربه و مربیگری از کشورهای خلیج فارس رو داره، یک دو سالی از مربیگری تیم ملی عربستان رو به عهده داره و اینجا نکات فنی رو برای تیمش داره یه بار دیگه مرور میکنه که چی شده. عربستانی که با اختلاف 4 تا به کره باخته، عمان رو با اختلاف 4-5 گل 2 گل 31-29 خوب زده، حالا اومده مقابل ما الان با اختلاف 3 گل عقب هست. علی موسوی روبروی تصویر داریم، محمد رضا رجبی هم کنار آقای برودماچک در وسط داریم، یه گل فوق العاده زد امین کاظمی. آفرین بر امین کاظمی که زاویه بسته این توپ رو وارد دروازه کرد. 19-16 سالن 4000 نفری سئول هال، 14 تیم در هندبال مردان حضور داشتن که 8 تیم خودشون رو جدا کردن. دو تا گروه 4 تیم در دور دوم، قطر، کویت، بحرین، چین، تایپی در گروه 1، ایران، کره جنوبی، عمان، عربستان در گروه 2. بازی‌ها تقریبا به اتمام رسیده. قطر و بحرین از گروه 1 به دور نیمه نهایی رسیدن. قطر همین چند دقیقه در جوانان قهرمان آسیا شد در تبریز، اومد در نوجوانان در فینال با اختلاف یک گل مقابل کره باخت و دوم شد، نقره آسیا رو در نوجوانان گرفت. یه واکنش دیگه از محسن باباسفری. آفرین. هر چقدر به این دروازه‌بان خوشرو و خوشخنده‌مون هم بگیم، شاید خنده‌های او ما رو یاد احمد رضا عابدزاده میندازه در 8 آذر 76 که چقدر روحیه داده به تیم و اون افسانه 8 آذر رو ثبت کرد در ورزشگاه کریکت ملبورن و خاطره رفتن ایران به عنوان 32 تیم به جام جهانی 98 فرانسه. ببینید اینهاست که محسن باباسفری میشه فوق ستاره این دیدار. 13 عربستان توپ رو از دست میده. الحبیب مصطفی بازیکن این تیم توپ رو از دست میده، عصبانی از گورانزوکیچ، باید هم عصبانی باشه. 19-16 موقعیت حمله و بسیار موقعیت خوبی است که اختلاف به 4 برسونیم و از یک حاشیه امنیت بهتری هم برخوردار باشیم. قرمز پوشان ما پشت محوطه 9 متر با بازیکنان خودمون در دهان پشت محوطه با احسان ابویی مهریزی شماره 18 مون، مهدی سالم 22 برای عربستان. حالا احسان ابویی این لحظات مسئله پخش رو به عهده داره، جوان مهریزی و استان یزدی کشورمون. به راست یه توپ دیگه شلیک میکنه که توپ از دست میره، فکر میکنم مهداد سمسامی ما بود که توپ رو از دست داد. بچه ها باید مدیریت کنن زمان رو. 19 برای ایران، 16 برای عربستان. 54% شوتهای ما از یک بازی خوب برخوردار بوده که در حال میشد گفت خوب است، اما بازی پایافایی داره پیش میره. برود ماچک آروم و قرار نداره اون پایین کنار زمین، تصویرش رو میبینیم دیگه. عزت رزمگر هم نیمکت نشسته. همه چیز و همه شرایط بستگی به این داره که ایران این بازی رو ببره، با اختلاف 2 گل هم ببره و انشالله بره به مرحله بعدی. خطای ممرزا رجبی روی 88 عربستان. الحنابی، حسین الحنابی، محمد رجبی کاپیتان ما که در چرخه عراق هم توپ میزنه، یکی دیگه از لژیونرهای ما هست. عربستانی‌ها بدون برنامه، بدون هدف. دقیقاً اتفاقی که دیروز در بازی کره افتاد. احسان ابویی مهریزی خوب کار میکنه. آفرین بر این جوان شایسته یزدی کشورمون که دیروز مقابل کره یکی از بهترینا بود. ما اگرچه در این بازی شاهون نصرتی رو نداریم، از زحمات او هم باید تقدیر کنیم. شاهون نصرتی که بازیکن شماره 5 ما است، چقدر شوتای 9 متریش در بازی مقابل عمان و حتی مقابل تیم ملی کویت به درد ما خورد. یکی آدم چقدر مقابل کویت پشت 9 متر زد و گل کرد، توپش رفت درون دروازه. یه فرصت دیگه برای بازیکنان ما. این چهره مهداد سمسامی است و همه دو دستا بالا هست. 20-16 واقعا هم جای شادی داره. مهداد سمسامی جوان آذربایجانی ما حساب کار رو 4 گل اختلاف میکنه برای ما. 20 ایران، 16 عربستان. ما 12 دقیقه دیگه فرصت داریم تا
خاطره حضور در جمع چهار تیم 2002 بوسان، 2006 دوحه قطر و 2010 گوانگجو رو به نوعی تکرار کنه. هر چقدر ما راحت می‌بینیم جلو گل می‌ذاریم، عربستانی‌ها به دیوار بتونی دفاع ما و دفاع قدرتمندانه ما برخورد می‌کنن. این یه طرف قضیه فنیه، یه طرف زیادش بار روحی روانی است که ما براش فائق اومدیم. اتفاقی در بازی کره نیفتاد و بازی با عمان هم یکم دوچار لجام گسیختگی شد دفاع ما، چونی که بازیکن عربستان لنگ لنگان شماره 88 میزنه، الحنابی، حسین الحنابی، و دروازه‌بان ما علی‌رغم تمام شایستگی‌هاش توپ رو وارد دروازه‌اش میشه و 20-17. این سه گل هم خوبه، بچه‌ها باید مدیریت کنن. آفرین بر این شایستگانی که سفیران خوبی بودن، علی‌رغم تمامی کاستی‌ها و کمی‌ها. این تیم فقط دو هفته اردو بود و تمامی اردوهای خودش رو در داخل برگزار کرد و همه بازی‌های خودش رو در مقابل تیم‌های لیگ برتری در تالار هندبال انجام داد و دو هفته، یه هفتهش در اسلوونی رفت، یه هفته هم در بوسنی در دو تا تورنمنت شرکت کرد، اونم نصف نیمه، چون در تورنمنتی که در کشور اسلوونی داشت همراه با بارندگی همراه بود. خطای بازیکن شماره 22 این تیم، 22 عربستان است، از سالم مهدی که خطای بدی رو انجام داد. مهدی از سالم، و اینجا ببینیم، امیدواریم برای بازیکن هندبال کشورم اشکالی به وجود نیاد باشه. امید سکناری است، تلفظ صحیح این بازیکنی، بازیکن ما سکناری است، 18 احسان ابویی است که حالا الحمدلله چیزی نیست، حالا دارم میبرنش بیرون یه طرح خوشکش بکنم مجرد برش کردن. امین کاظمی هم کمکش میکنه. احسان ابویی مهریزی، گفتم خدمتتون، متولد مهریز استان یزد است. امید سکناری توی تلفظ عام میگیم، اما تو تلفظ درستش امید سکناری هست، بازیکنی از خطه دلاورخیز بوشهر و دیار برازجان. اما امین کاظمی پشت توپ است، چندین پنالتی زده پشت توپ است. امین اینجا دیگه برخلاف پنالتی قبلیش توپ رو وارد دروازه نمی‌کنه. این پنالتی ما رو یاد خاطره تلخ پنالتی علی موسوی میندازه. دیروز وقتی مقابل پریروز، عذرخواهی میکنم، مقابل عمان ما در لحظات پایانی مساوی بودیم، یه پنالتی دقیقه 29 گرفته شد برای ایران که علی موسوی خط‌زن ما، بازیکن لژیونر ما در لیگ مجارستان، پشت توپ قرار گرفت، توپ زد دوت، همون توپ برگشت عمانیات کردن تو گل و با اختلاف یه گل ما رو بردن. اون وقت وقتی که اینجا تو این لحظات 20-17 جلو باشیم، این پنالتی گل نشه، 10 دقیقه دیگه وقت مفید داریم تو پایان بازی، اون وقت دیگه آه و حسرت میتونه خدای نکرد برای هندبالمون در ادامه باشه. واکنش خوب از محسن باباسفری، من فقط میتونم در جلوی عنوان و نام محسن باباسفری بذارم فوق ستاره بیچون و چرای بازی ایران عربستان. یه گل دیگه برای ما، سید علیرضا موسوی. این صحنه رو من بارها دیدم توی جام ملت‌ها، وقتی که گل میزد پرچم مقدس کشورمون رو میبوسید. بازیکن شماره 8 ما، خط‌زن ما هست، از یک قد و قواره خوبی برخورد داره، تراشیده، بدنسازی فوق‌العاده عالی، و از او یک بازیکنی ساخته که حالا در سطح اول اروپا داره توپ می‌زنه. به همراه محسن باباسفری در لیگ مجارستان است، ایمان جوانی هم در لیگ مجارستان در سطح اول بازی می‌کنه، جزو 4 گلزن برتر لیگ قهرمانان اروپا شد. تیمش در بین 4 تیم سال گذشته بود، امکابی وستفر ما از می‌کنم، تیمی که ایمان جمالی که در ترکیب تیم ملی کشورمون نیست، در جام ملت‌ها هم نبود، چون اونجا را از دلیل آسیبگی دست، اینجا هم تیمش به خاطر درگیر لیگ قهرمانان اروپا است. ایمان جمالی از می‌کنم، جوانی از محله زینبیه اصفهان با 2 متر و 2 سانتی‌متر قد که در این رقابت‌ها نیست. خطا به روی مهدی سالم، خطا رو بازیکن ما انجام میده، پنالتی است برای عربستان، 22 عربستان، خطا روش انجام شد، مهدی سالم، و حالا یه بار دیگه تقابل فوق ستاره بیچون و چرا. ببینید اینها هست، ببینید چقدر قشنگ میاد تضعیف روی حریف کار میکنه، دست میده، و بازیکن عربستان هم میدونه که این دست رو مخندن یعنی چی. 22 بله، گل 18 برای عربستان و تشویقی که علاقمندان این تیم انجام میدن. 21-18، 21 برای ایران در فاصله 8 دقیقه وقت مفید برای کشورم. آرزو میکنیم این 8 دقیقه هم به صحت و سلامت بگذره. آفرین میگیم تا این لحظه جایی که فعل خواستن رو صرف کردن. من در بازی روز گذشته هم عرض کردم برد عمان مقابل ما تنها و تنها یک اتفاق بود، اتفاق از این دست زیاد داشتیم، جایی که چین تایپه ژاپن رو شکست داد در دور قبلی، ژاپن مدال برنز دور قبلی داشت، چین تایپه شکستش داد و حذفش کرد. 25 عربستان که خنده تلخ هم به روی چهرش داریم، العبیدی حمام، العبیدی حمام خطا رو انجام میده، دست رو سرش داره، چپترین بازیکن توی قاب تصویر اون گوشه بین محمد بعد محمد محمد قرار داره. حالا ببینیم این تو برای دروازه تیم ملی عربستان میشه یا نه. کاپیتان محمدزاد عجبی که گل 22 رو بزنه و خیالمون رو یک کم تا
صعود به جمع چهار تیم راحت تر کنه. اینجا ممرزه رجبی ممرزه را این دوتا پنالتی شد در حد فاصله دو دقیقه دو پنالتی از دست دادیم. این واکنش هم باید همراه داشته باشه. دروازه‌بان عربستان که فعلا 21 18 تیمش عقب است. این نتیجه یعنی صعود ایران به همراه کره از گروه دوم به جمع چهار تیم برتر رقابت‌های هندبال بازی‌های آسیایی. اما ببینیم در حال شرایط به چه گونه خواهد بود که سفیدپوشان عربستان تیم رو در اختیار دارن. 13 تیم ملی عربستان، الحبیب مصطفی خطا برای ما، خطا حمله توپ بود که اینجا توپ رو محسن باباسفری در اختیار سه ما مرزا رجبی که میره جای خودش رو تعویض میکنه. یه دو تعویض ما داریم، دو تا تعویض همزمان احسان ابویی و مرزا رجبی از زمین مسابقه بیرون میرن. حالا ببینیم که شرایط به چه گونه‌ای برای قرمزپوشان ما خواهد بود. 14 سلامان بربت رو دیدم اومد تو زمین و سید مهدی موسوی هم حالا اینجا شرایطش رو داریم که قرمزپوشان کشورمون بله یه توپ و فرصت برای ما که گل 22 رو نزدیم. 87 عربستان بود که از زاکر محمد ببینید تلاش کرد، خوب تلاش کرد سید علیرضا موسوی و جلوشون گرفتن، کار هر کسی نیست. این بازیکن 87 عربستان، ببینید اون دیگه چه شرط بدنی داره. 18 ما 13 ما مهدی موسوی پشت توپ. امیدوارم پنالتی که به گل بره و حتی که عدم گلشن پنالتی اون تکمیل نشه. آفرین بر مهدی موسوی، ما یه یار الان بیشتر داریم. عباس عزت‌زاده خدا را هم شکر میکنه، دروازه‌بانم که در این بازی دروازه‌بان ذخیره شده، دروازه‌بانی که در بازی قبلی فیکس بازی کرد. 22 برای ایران 18 برای عربستان، در فاصله 6 دقیقه مونده پایین کار. 1 دقیقه و 42 ثانیه بازیکن شماره 87 عربستان از زائر محمد باید خارج از زمین باشه. دفاع 6-0 مطلق ما که حالا یه بازیکن ما جلوتر میاد، خط 9 متر رو رد میکنه. بازیکن عربستان 13 این تیم توپ رو در اختیار داره. الحبیب مصطفی پخش این تیم است، به گوشه راستشون میده توپ رو و خیلی قشنگ به حرکت دست چپ خودش مچ خوبی رو میده. بازیکن شماره 11 حزیزی احمد، ببینید چقدر قشنگ گوشه راست محسن باباسفری نشونه گرفت و در حالی که یه کمتر دارن حالا یه گل هم کم میکنن. 22-19 برای این بازی، 22 برای ایران و 19 برای عربستان. همچنان ملی پوشان کشورمون با 3 گل اختلاف جلو هستن. تقریبا 25 دقیقه بازی رو گذروندیم. این نتیجه یعنی صعود ایران به جمع 4 تیم برتر. آفرین بر بازیکن ملی پوش کشورمون. سلامان بربت هم ببینیم که ذخیره خوشحالی خودش رو ابراز کرد. مهدی موسوی چه میکنه تو این لحظات، چه میکنه مهدی موسوی. 23-19 ایران جلو هست. 25 دقیقه و 10 ثانیه از بازی رو گذرونیم. اختلاف 4 گل یعنی ایران به همراه کره جنوبی از این گروه صعود کرده به مرحله بعد، اگرچه قطر رو هم در پیشرو داریم در نیمه نهایی که روز دوشنبه 10:30 صبح به وقت ایران انجام خواهد شد. بله خیلی ممنون، متشکرم از مهدی واعظی عزیز. ما ادامه این گزارش رو هم در خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود. من یه مقدار در مورد اون گروه هم صحبت کنیم، از اون گروهی که حالا ما در نیمه نهایی باید بهش بخوریم. ببینید ما قطر، کویت، چین تایپه، بحرین در اون گروه بودن و قطر هر سه بازی خودش رو برد. چین تایپه رو برد، کویت رو برد، پیش بینی نمی‌شد بحرین هم برد و تقابل مهم کویت بحرین که فکر کنم لحظات قبل بازیشون به اتمام رسیده تعیین کننده این گروه هست که با توجه به شرایطی که بحرین داره مطمئناً بحرین از پس کار برمیاد و باید دیگه بحرین رو تیم صعود کننده به دور بعدی رقابت‌ها بدونیم. یعنی بعد از قطر بحرین بیاد، یعنی الان کره به بحرین می‌خوره، کره احتمالاً فینالیست خواهد شد و حالا ببینیم تقابل ایران قطر. این بازی که الان مقابل عربستان از بالای پوشمون داریم، من فکر می‌کنم اگر شاید دست به دست هم بده این غیرت، این صرف فعل خواستن، ان شاءالله عربستان مثل عربستان قطر هم شکست بدیم بریم اگر فینال. قطر هم خدا نکرده ببازیم در رده بعدی به بحرین می‌خوریم که رو سکو رفتن اون خیلی محتمل هست. بله روز دوشنبه ما نیمه نهایی داریم مقابل قطر و برنده ها روز پنجشنبه ساعت 12 به وقت تهران میرن برای فینال، بازنده 10:30 پنجشنبه وقت ایران میان برای بازی رده بعدی. درسته، بریم ادامه بازی رو ببینیم با گزارش مهدی واعظی هست. بله در خدمتتون هستیم. مرسی از پژمان نژادپور عزیز، دوست همکارم فرید الحبیبی، بازیکن شماره 33 چنان به خودش میپیچه که فکر نکنم دیگه بتونه بازی رو ادامه بده. فرید الحبیبی بازیکن شماره 33 عربستان و عرب‌ها دیگه کم کم دیگه ناامید شدن. در تک تک چهره‌هاشون میتونیم اینو ببینیم. گوران زوکیچ، من مطمئنم که این مربی دیگه پایان کارش خواهد بود، چرا که
عنوان با ارزش با تیم ملی عربستان به دست نیاورده در یک دو سالی که مربیگری این تیم رو به عهده داشته. حالا محسن باباسفر یه بار دیگه به ترکیب تیم برمیگرده، 23 برای ایران 20 برای عربستان در فاصله کمتر از 4 دقیقه و نیم به پایان بازی ایران و عربستان در دور سوم و روز آخر مقدماتی گروه دوم در دور دوم 17مین دوره بازی آسیایی اینچون کره جنوبی. هر دو تیم یه بازیکنشون خارج از زمین هستن که حالا 87 عربستان باید برگره، 14 ما سلامان و بربط 1:37 دیگه. الان ما یه یار کمتر داریم و شرایط حادی است برای کشورمون. حاد از این بابت که باید کنترل کنیم، باید ببینیم چه می‌خوان بازی، باید مدیریت کنیم. نقش مربی بروک ماچک، سرمربی و مربی عزت رزبیان اینجا به چشم میاد. یه ضربه چیپ عالی از 8 ما. آفرین بر سید علیرضا مستوی. یازده سعید پورقاسمی هم او رو تشویق میکنه. سعید هم در این دیدار در لحظات که زمین بود عالی کار کرد. 24-20 برای دلاوران هندبال کشورمون که هر چقدر از خوبیاشون و شایستگیاشون در این بازی بگیم کم گفتیم، هر چقدر اشتباه داشتن در بازی عمان و یک کمی هم در بازی کره اینجا جبران کردن، نشون دادن که فقط یک اتفاق بود باخت به عمان و حالا عربستانی که اومده عمان رو قشنگ شکست داده، ما با اختلاف داریم شکست میدیم. این اتفاقی کمی نیست. در جام ملت‌های دوره قبلی یعنی 6-7 ماه قبل در بهمن ماه سال 92 مقابل این تیم 22-22 مساوی کردیم و در نهایت اولین مدال برنز تاریخمون رو در ملی پوشان بزرگسالان گرفتیم که مجوز حضور در اولین حضورمون در رقابت‌های جام جهانی هم داریم. چند ماه دیگه در بهمن ماه قطر میزبان قهرمانی بزرگسالان جهان است. ما برای اولین بار اونجا شرکت می‌کنیم. همین عربستان برای پنجم بار تو رقابت ها حاضر است. ببینید اختلاف فاز چقدر است. ما نشون میدیم با این برد که هنوز در جمع برترین های آسیا هستیم و اتفاقی نبوده که سه دوره بازی آسیا قبلی اومدیم جمع چهار تیم و اینجا نشون میدیم که آقای کیومرث هاشمی رئیس کل کمیته ملی المپیک و تصمیم گیرندگان کمیته ملی المپیک تصمیم بر اشتباه نگرفتن بر اعزام دارنده مدال نقره دوره قبلی رقابت ها و در حال نشون میده که بعد هندبال ما مثل بسکتبال که دو حریف خودش فیلیپین و ژاپن رو طی دیروز امروز شکست داده جایگاه شایستگی داره. والیبالمون هم دو حریفش هند و هنگ کنگ رو شکست داده و تمام ناکامیهای فوتبال رو به نوعی دارن تیمای دیگه‌مون در رقابت تیمی جبران میکنن. هندبال، بسکتبال، والیبال، انشالله که ست مدال خوشرنگ رو این سه ورزش تیمی که حضور دارن. کبدی هم کار خوش آغاز نکرده، کبدی هم مدال نقره دوره قبلو داره، ایشالله کبدی ما هم بیاد فینال تا فینال به تیمای مدعی مثل این برخورد نکنه، اونجا مدال نقرش رو طلا کنه. یه گل برای عربستان 24-21. ما 2-3 دقیقه دیگه پایان کار داریم. بچه‌ها باید مدیریت کنن این زمان رو و محسن باباسفری هم میتونه نقش عمده‌ای داشته باشه. میاد روحیه رو میده وسط زمین و حالا ما دو تا بازیکن 2 دقیقه داریم. یکیش سلامان بربط تموم میشه، سید علیرضا موسوی هم 50 ثانیه دیگه. این خطرناک است برای تیم ما. یه یار کمتر داریم در حساس‌ترین لحظات بازی 27 دقیقه 39 ثانیه. ایران همچنان برتری سه گل خودش رو حفظ کرده. 24 برای ایران، 21 برای عربستان. باید از این رویه آشفته عربستانیا کمان استفاده رو ببریم. احسان ابویی مهریزی، آفرین به او که 25مین گل ما رو هم میزنه و تا حدود زیادی خیالمون راحت است که انشالله به جمع چهار تیم رفتیم. من از هم اکنون باید تبریک بگم صعود اون به جمع چهار تیم برتر آسیا رو، همونطوری که هندبال، همونطوری که والیبال راه خوش پیدا کرده، بسکتبال راه خوش پیدا کرده، حالا یه فرصت دیگه برای بازیکنان ما، یه توپ ربایی خوب، یک مساوی تک به تک، امید سکناری و گل 87 ما. امید سکناری موفق میشه گل 26م رو هم بزنه. حساب کار 26-21، اختلاف 5 گل در حالی که کمتر از 1 دقیقه و 30 ثانیه پایین کار داریم و دفاع جانانه قربس پوشان کشورمون، بازیکنان عصبی عربستان که من سابقه اینا رو میدونم توی این لحظات وقتی احتیاج به امتیاز گل داشته باشن چه کارهای نشدی و ممکن میکنن از لحاظ اخلاقی و 26-21 برای بازیکنان ما. حالا ببینیم که در ادامه کار به چه صورت دنبال خواهد شد. 1:30 دیگه پایین کار داریم. دو تیم از لحاظ تعداد بازیکن در این لحظات برابر هستن. دفاع منسجم ما خطزن عربستان رو به خوبی مهار کردن. یه بار دیگه خطا برای بازیکنان عربستان که دیگه احتمامی هم ندارن که زیاد ببینن چه شده. حالا خطزن عربستان قشنگ قیچیش میکنن. محمدرضا رجبی، بازیکنان دیگه ما، سلمان بربط، احسان ابویی در چپ. حالا ببینیم بازیکن عربستان میتونن از این دفاع عبور کنن که خواب خیالی برای اونها نیست. بروک ماچک دیگه داره بالا و پایین میپره و یه توپ دیگه که حالا ببینیم این 1 دقیقه پایانی چه کار خواهند کرد. تبریک به جامعه ورزش کشورم، علاقمندان هندبال، پیشکسوتان، داوران، مربیان و
تمامی رؤسای هیئت استانی که برای به بار نشستن این بازیکنان زحمت کشیدن، همه استانایی که هندبال درش فعال هست و در قالب تیم ملی، و انشاءالله که این بازیکنان سفیر شایسته‌ای باشن برای هندبال کشور. روز دوشنبه 10:30 صبح مقابل قطر قرار خواهیم گرفت، دوشنبه 7 مهر 1393، و انشاءالله که اونجا هم بتونیم از پس قطر بر بیاییم و به فینال بریم مثل دوره قبلی و یه بار دیگه نشون بدیم که نقره ما قابل تکرار است و چه بسا تبدیل به بهترین مدال و خوش‌رنگ‌ترین مدال بشه. جا داره از همه عزیزانی که برای رفت و فتح این تیم زحمت کشن هم تشکر کنیم، و همه کسانی که چه مجموعه کادر فدراسیون، چه اهالی هندبال، که مربیان تک تک این بازیکنانی که برای در حال نشون دادن توانایی بالقوه هندبال در قالب تیم ملی زحمت کشن. امید سکناری ثانیه‌های پایانی کرد و گل 26 هم برای ما، 26 21 و 4 ثانیه دیگه. تبریک تبریک و تبریک، پایان کار برای قرمزپوشان کشورمون و سالن و حلقه شادی قرمزپوشان ما.